بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه میخوام راجع به قانون نیوتن در دستگاه دوار صحبت کنم. چارچوب دوار هم چارچوب غیر لخته، بنابراین قانون نیوتن احتیاج به اصلاح داره. دو تا چارچوب در نظر بگیریم، چارچوب S که میگیم چارچوب لخته، فرض میکنیم که قانون نیوتن توش درسته، و یک چارچوبی که نسبت به این چارچوب در حال دورانه دواره، یا در واقع جهتگیریش در هر لحظه عوض میشه. مثلا فرض کنید در لحظه صفر منطبق بر اون دستگاه اسپرین بر اس منطبق بوده، در یه لحظه بعد تبدیل میشه به این چارچوب. خب حالا من میخوام ببینم تو چارچوب اسپرین که نسبت به اس داره تغییر میکنه، بردال یکی هاش دیگه ثابت نیستن، با گذشت زمان عوض میشن، تو این چارچوب قانون نیوتن به چی تبدیل میشه؟ تو چارچوب S کماکان F برابر با M A یا M R درخته. خب اول ببینیم باز رابطه R و R پریم چجوریه، یعنی اگر یه بردار مکان یه ذره را داشته باشم در یه لحظه با R نمایشش بدم، این تو چارچوب پریم دار با چی نمایش میدم؟ علل اصول این مکان ذره یک نقطه از فضاست، ولی تصویرش دو دو چارچوب با هم متفاوت. یعنی R رو میتونم بنویسم به صورت مثلا IX JY KZ که I و J که بردارهای یک در این راستاهای X و Y Z هستن، و I پریم و J پریم و K پریم این بردارها هستن. R تو دستگاه S با رابطه بالا داده میشه، در دستگاه اسپرین با این معادله داده میشه. و از اینجا من مثلا اگه دو طرف در یه برداری یکی مثلا I پریم ضرب کنم، از رابطه پایین به من میگه این برابر است با X پریم، رابطه بالا میگه این هست I دات I پریم X و علاوه J دات I پریم Y و علاوه K دات I پریم Z. یعنی X پریم رو میشه به صورت این یه کوسینوس زاویه بین I و I پریمه، این کوسینوس زاویه بین J و I پریمه، این کوسینوس زاویه بین K و I پریمه، سه تا زاویه میشه و این رو میشه به این شکل مثلا نوشت: X کوسینوس آلفا، Y کوسینوس بیتا، Z کوسینوس گاما. یعنی X پریم رو به صورت ترکیب خطی از X و Y و Z میشه نوشت، و به همین شکل Y پریم رو میشه به صورت ترکیب خطی X و Y Z، و Z پریم رو بر حسب یه ترکیب خطی از X و Y Z نوشت. یعنی میشه این رابطه رو به این شکل نوشت: X پریم، Y پریم، Z پریم، یه ماتریس 3 در 3 X و Y Z که این عناصرش مثلا کوسینوس آلفا، کوسینوس بتا، کوسینوس گاما، حالا مثلا این رو بگذارم یک، کوسینوس آلفا دو، کوسینوس بتا دو، کوسینوس گاما دو، و کوسینوس آلفا سه، کوسینوس بتا سه، کوسینوس گاما سه هست. میتونم این رو به این شکل هم بنویسم، این رو اسمش بذارم مثلا یک ماتریس مثل ماتریس S، حالا چون دستگاه مختصات S گذاشتم اینو بذارم با این ماتریس دیگه نمایش بدم، مثلا ماتریس R در یه بردار ستونی که من با R نشونش میدم، اینم اسمش بذارم یه بردار ستونی که با R پریم نمایشش میدم. در واقع این مؤلفه های ماتریس ستونی مؤلفه های بردار R هست و در دو دستگاه S و S پریم، در دستگاه S R و در دستگاه S پریم R پریم. خب الان من انتظار دارم این نقطه معین فاصلش تا مبدا، اگه دو دستگاه مختصات مبداشون بر هم منطبق باشه، انتظار دارم اندازش یکی باشه، یعنی اینکه آر پریم اندازش به توان دو برابر باشه با آر اندازش به توان دو. اما این موجود چیه؟ این رو میشه به این شکل نوشت: اکس پریم، وای پریم، زد پریم، اکس پریم، وای، اکس، وای، زد، X, Y,
میشه به این شکل نوشت. خب الان ماتریس ستونی آر پریم، این متناظر با ماتریس ستونی آر پریمه، این یه ماتریس سطری شده اونه، یعنی مثل ترانهاده ماتریس آر پریم. اینم ترانهاده آر، این در ماتریس ستونی آر. خب اگر ماتریس ستونی آر پریم باشه آر آر، ماتریس سطری که ترانهاده اونه، مثل اینکه دو طرف ترانهاده بگیریم، میشه به این شکل نوشتش. یعنی از اینجا این رابطه رو میشه به این شکل نوشت، آر ترانهاده آر ترانهاده آر آر از آر ترانهاده آر، یا این رو میشه به این شکل نوشت، آر ترانهاده آر منهای ماتریس واحد آر مساوی صفر، که جمله اولش این چیزی میشه که رابطه بالا سمت چپه و جمله دوم چیزی که بالا سمت راست رابطه است. خب این به ازای هر آری باید درست باشه، یعنی اینجا یک ماتریسی باید نشسته باشه که اگر در هر ماتریس سطری و ستونی این دو طرف بذاریم نتیجهش باید باشه صفر. این معنیش اینه که تنها جوابی که واسه این دارم که این صفر باشه، یعنی آر ترانهاده آر باید باشه ماتریس واحد. من ماتریس واحد به این شکل نشون دادم. خب میخوام ببینم آر، ماتریس آر چه خاصیتی داره. ماتریس آر الان من میبینم شرط این که اندازه آر تو دو تا چارچوب یکی باشه به من میگه آر ترانهاده آر باید یک باشه. اگر این تبدیل رو، یعنی تبدیل اس به اس پریم رو تبدیلی بگیریم که پیوسته باشه، یعنی از اس به اس پریم با تبدیلات بی‌نهایت کوچیک بتونیم بریم، یعنی من میتونم آر رو واسه زمان خیلی کوتاه، یعنی فرض کنم در یک زمان کوتاهی به این نگاه کنم، میتونم اینو آر رو بسط بدم بشه ماتریس واحد به علاوه یک ماتریس دیگه، که این ماتریس عناصرش عدد سور کوچیکه. ببین آر یه چیزیه که تابعی از تیه، من آر دلتا تی رو میخوام نگاه کنم واسه زمانهای کوچیک، اون باید به چنین شکلی بشه. چرا؟ چون اگه من دلتا تی رو به سمت صفر میل بدم انتظار دارم آر ماتریس واحد شه دیگه، یعنی اس و اس پریم بر هم منطبق باشه. خب اگر من این موجود رو، این رابطه رو در بالا قرار بدم، میشه یک که ترانهادش خودشه، اپسیلون ترانهاده در یک ماتریس واحد و علاوه اپسیلون، این انتظار دارم بشه ماتریس واحد. این حاصل ضرب میشه جمله اول یک، جمله دوم اپسیلون، جمله بعدی اپسیلون ترانهاده، این حاصل ضرب میشه اپسیلون ترانهاده اپسیلون، این بشه ماتریس واحد. اگر اپسیلون بنزه کافی کوچیک باشه، این هم مرتبه با دلتا تیه، این مثل دلتا تی به توان دوه، در حد دلتا تی به سمت صفر صفره، این جمله و این جمله رو حذف میکنیم، این جمله مرتبه دوه، یعنی تا مرتبه یک اپسیلون ترانده باید باشه منهای اپسیلون. یعنی باید آر آنچنان ماتریسی باشه که واسه زمانهای کوچیک، واسه تبدیلات بی نهایت کوچیک، اختلافش با ماتریس واحد یه ماتریس پاد متقارن باشه. یعنی اپسیلون یه ماتریسی میشه که عناصر قطریش باید حتما صفر باشه و این عناصر منفی هم باشه. مثلا اگر این باشه آ یک دو، این باشه آ یک سه، این باشه آ دو سه، آ دو یک منفی آ یک دوه، آ سه یک منفی آ یک است و آ سه دو منفی آ دو است. یه ماتریس پاد متقارن. خب من میتونم این رو به این شکل بگیرم، بیام یه اسم گذاری کنم، مثلا اسم یه ترتیب زوج در زنیم یک دو سه، آ یک دو رو اسمشو بذارم مثلا اومیگا 3، آ دو 3 رو بذارم مثلا اومیگا 1، 2 3 به این جهت من به این شکلی بذارم، آ 3 1 رو از 3 به سمت 1 بریم رو اینو بگیرم اومیگا 2. در این صورت اپسیلون میشه چی؟ 0، آ 1 2 اومیگا 3، آ یک سه میشه منهای اومگا دو، چون آ سه یک اومگا دو، این اومگا دوه، این منهای اومگا سه، این صفره، این آ دو سه اومگا یک.
این هم منهای اومگا یک، این صفر. بنابراین ماتریس R اون تبدیل من میشه یک، چون یک برای اپسیلون بود. اومگا 3 منهای اومگا 2 منهای اومگا 3 اومگا 1 اومگا 2 منهای اومگا 1. و اگر بیام به این رابطه رو نگاه کنیم از اینجا، جای آر مقدار بذارم، آر پریم بود آر بله آر ضرب در آر کوچیک، یعنی یک به علاوه اپسیلون در آر، یعنی آر به علاوه اپسیلون. از اینجا اگر آر پریم آر برم بر آر پریم منهای آر که دلتا آره، این برابر است با اپسیلون آر. خب این چی به من میگه؟ میگه دلتا ایکس، این به شکل ماتریسی بنویسم، دلتا ایکس دلتا وای دلتا زد مساوی با صفر اومگا 3 منهای اومگا 2 منهای اومگا 3 اومگا 2 صفر اومگا 1 x دلتا x میشه اومگا 3 y منهای اومگا 2 z، دلتا y میشه منهای اومگا 3 x به علاوه اومگا 1 z، و دلتا z میشه اومگا 2 x منهای اومگا 1 z. که این رو میشه نوشت به صورت ضرب خارجی اومگا ضرب در بردار r مؤلفه x، این اومگا ضرب در بردار r مؤلفه y، اومگا ضرب در r مؤلفه z. خب البته اینجا دلتا آر، این رو من بذارین اسمش رو بذارم، چون این قراره در حد دلتا سی به سمت صفر صفر شه، اسم اینها رو بذارم این دی تی دی تی دی تی، این دی تی داره، اینجا هم یه دلتا تی داره، که به لحاظ ابعادی هم درست شه چون اون قراره بی بود باشه دیگه. بنابراین اینجا یه دونه باز دلتا تی دارم من، اینجا میشه این در یه دلتا تی باشه، این دلتا ایکس به دلتا تی، دلتا وای به دلتا تی، دلتا زد به دلتا تی. این در واقع مثل یه چیزی مثل وی ایکسه، هست اومگا ضرب در آر مؤلف ایکس، وی وای میشه اومگا ضرب در آر مؤلف وای، و وی زد میشه اومگا ضرب در آر مؤلف زد. این با فرض این بود که اندازه آر ثابت باشه، ولی خود آر ممکنه اندازش هم تغییرات داشته باشه، اون جمله رو هم باید در نظر بگیریم. در واقع این رو میشه به یک زبان دیگه هم گفت به این شکل که الان من بردار آر پریم رو گرفتم، بردار آر رو در دوتا چارچوب نوشتم، آی ایکس جی وای کی زد، آی پریم ایکس پریم جی پریم وای پریم کی پریم زد پریم. الان اگر از رابطه بالا مشتق بگیرم، دی آر به دی تی میشه وی ایکس آی هد، وی وای جی هد، وی زد کی هد، و از پایینی مشتق بگیرم شیشتا جمله میشه. تو رابطه بالا آی و جی که بردارهای یکی ثابت هن، هم اندازشون ثابت هم جهتشون، ولی آی پریم دیدیم با زمان عوض میشه، میشه دی آی پریم به دی تی ایکس پریم، بله آی پریم دی ایکس پریم به دی تی، یعنی هم بردار یکه داره تغییر میکنه هم مؤلفه، دی جی پریم به دی تی وای پریم، جی پریم دی وای پریم به دی تی، و دی کی پریم به دی تی زد پریم، و علاوه کی پریم دی زد پریم به دی تی. من به این دی آر به دی تی اسم این موجود رو گذاشتم بردار سرعت،
این تغییرات بردار R در دستگاه S. الان این سه تا جمله رو نگاه کنی، این مثل اینه که من نسبت به مؤلفه R در دستگاه پریمدار مشتق گرفته باشم، به این سه تا جمله من اسم میذارم V پریم. این در واقع بردار سرعت جسم نسبت به دستگاه پریمدار. این سه تا جمله ای هستن که معرف تغییرات بردار یکه های دستگاه اسپریم نسبت به اس. اما اینا رو چجوری بنویسم؟ ببینید، از همون رابطی که بالا به دست آوردیم، آی پریم برداریه که اندازش ثابته، بنابراین دی آی پریم به دی تی از این رابطه من میتونم بنویسمش. دی آی پریم به دی تی در واقع میشه اومگا ضرب، بزنیم اون ستا رو اینجا بنویسم، میشه اومگا ضرب در آی پریم اکس پریم و علاوه این جمله، جمله دوم میشه اومگا ضرب در جی پریم وای پریم و جمله سوم میشه اومگا ضرب در کی پریم زد پریم. بنابراین علل اصول بردار مکان نسبت دستگاه اس میشه بردار مکان نسبت دستگاه اس، بردار سرعت نسبت دستگاه اس میشه بردار سرعت ذره نسبت دستگاه اسپریم، که یعنی که اینجا من از مؤلفه ها تغییرات مؤلفه های اون مکان ذره نسبت چارچوب اسپریم گرفتم. اما این سه تا جمله از اومگاش اگه فاکتور بگیرم میشه آی پریم ایکس پریم جی پریم وای پریم بعد کی پریم زد پریم، که همون بردار آره. این به من میگه سرعت ذره نسبت به چارچوب اس هست سرعت ذره نسبت به چارچوب اسپریم به علاوه اومگای زد در آر. این رو واسه بردارهای دیگه هم میتونم بنویسم، یعنی در واقع هر برداری مثل آ داشته باشم، تغییرات این بردار نسبت به چارچوب اس رو میتونم بنویسم. حالا یه چیزی شبیه این رابطه ای که اینجا داشتیم میخوام تعریف کنم، اسمش میذارم دی پریم آ به دی تی به علاوه اومگای ضرب در آ، که دی پریم آ به دی تی یعنی تغییرات بردار آ و ولی تغییرات بردار یکه ها رو من در نظر نمیگیرم. این یعنی آی پریم دی آی ایکس پریم به دی تی به علاوه جی پریم دی آی وای پریم به دی تی به علاوه کی پریم دی آی زد پریم به دی تی. یعنی آ رو تو دستگاه اسپریم تجزیه میکنم، تغییرات بردار یکش دارم، تغییرات خود اون مؤلف ها رو در نظر میگیرم نه بردار یک چهار. پس به این شکل من الان واسه هر برداری میتونم این کارو بکنم، واسه بردار سرعت کردم. حالا بیام همین کار رو باز با سرعت بگم، یعنی از این رابطه مشتق بگیرم، از این رابطه و شتاب رو به دست بیارم. شتاب ذره نسبت به چارچوب S هست dv به dt، این میشه d v پریم به dt به علاوه d اومگا به dt خب اما این یعنی چی؟ یعنی وی پریم رو بیام تجزیه کنم ولی تغییرات نسبت دستگاه اس دارم، دی به دی تی نسبت اس میسنجم. این رو من میتونم باز از رابطه بالا استفاده کنم، یعنی جای دی وی پریم به دی تی از این رابطه میشه دی پریم وی پریم به دی تی به علاوه اومگای ضرب در خود وی پریم. خب این بردار آست، این شد مشتق این دوتا جمله، این میشه چی؟ میشه دی اومگا به دی تی ضرب در آر. این جمله باز دوباره جای دی آر به دی تی در واقع از این رابطه میام جا گذاری میکنم، میشه به علاوه اومگای ضرب در دی پریم آر به دی تی که وی پریمه به علاوه اومگا ضرب در اومگا ضرب در آر. حالا از اینجا شتاب این جمله یعنی تغییرات مؤلفه های سرعت نسبت به زمان در چارچوب اسپریم، اون همون شتابه نسبت به چارچوب اسپریم، به علاوه این جمله و این جمله رو با هم جمع میکنم میشه به علاوه دو اومگا ضرب در وی پریم به علاوه اومگا ضرب در اومگا ضرب در آر به علاوه دی اومگا به دی تی ضرب در آر.
الان چارچوب که دوار شد، اگر اون دو حرکت انتقالی دیدیم که فقط یه جمله اضافه میشد که اسمش میذاشتیم اون شتاب دستگاه غیرلح که آب، اینجا به خاطر اینکه دستگاه دوارم داره میچرخه سه تا جمله اضافه شد. اگه این رابطه رو در یه ام ضرب کنم اینا رو این پایین بنویسم، این سه تا جمله رو، ام آ همون اف و اف برابر نیست با ام ضرب در آپریم، یه جملاتی اضافه است. دوباره این جملات رو میبرم، میتونم ببرم اون طرف رابطه، ام آپریم میشه اف من های دو ام اومگای ضرب در وی پریم، این جمله این جمله این جمله رو میبرم اون طرف رابطه، ام اومگای ضرب در اومگای ضرب در آر من های ام دی اومگا به دی تی ضرب در آر. اینها در واقع اینها نیروهای مجازی هستند که به خاطر اینکه این دستگاه اسپرین غیر لخته ظاهر شدن، این نیروهای مجازی واسش اسم میذارن، به این نیرو میگن نیروی کوریولیس، این نیروی گریز از مرکز، این هم حالا من واسه شال فعلا اسمی نمیذارم، بعضی کتاب واسه این هم اسم میذارم. خب برابری من اگه برم وارد بخوام قانون نیوتن رو در چارچوب غیر لخت دوار اصلاحش کنم، باید این نیروها رو بذارم، با اضافه کردن این نیروها حالا قانون نیوتن درست میشه، علارغم اینکه دستگاه من لخت نیست و غیر لخته هنوز میتونم قانون نیوتن رو استفاده کنم، ولی قانون نیوتن اصلاح شده، قانون نیوتنی که این نیروها رو توش نیروهای مجازی رو بهش اضافه کرده باشه. خب جلسه بعد مثال رو زیبه.